سلام، به کانال خودتون یعنی کانال جنایگرام خوش اومدید. همه فکر میکردن صادق 60 ساله به خاطر گاز گرفتگی جونش از دست داده، اما 16 روز بعد با پیدا شدن چند تا سرنخ به کلی جریان تغییر کرد و اسرار یه جنایت وحشتناک فاش شد. با ما همراه باشین تا در ادامه جزئیات این جنایت بیرحمانه رو براتون روایت کنم. ششم دی ماه سال 97 گزارش فوت یه مرد 60 ساله توی خونش به پلیس 110 اعلام شد. با اعلام این خبر، مامورای آگاهی به محل این حادثه که حوالی یافتابود بود رفتن. متوفا صادق 60 ساله بود که طبقه دوم یه آپارتمان قدیمی ساز توی یافتابود زندگی میکرد. صادق 4 سال پیش همسر اولش رو به خاطر سکته قلبی از دست داده بود، ولی به تازگی با یه زن 32 ساله ازدواج کرده بود و خیلی هم از زندگیش راضی بود. جسد صادق کنار بخاری خونه پیدا شد و شواهد نشون میداد صادق به خاطر گاز گرفتگی جونش رو از دست داده. توی بررسی اولیه مامورای آگاهی مشخص شد اصل همسر صادق برای دیدن خانواده چند روزی بوده که رفته شهرستان. برای همین صادق گویا اون روز توی خونش تنها بوده. اولین کسی که با جسد صادق روبرو شده بود پسر بزرگش بود. کمال میگفت از صبح هرچی به پدرم زنگ زدم دیدم جواب نمیده. پدرم اصلا سابقه نداشت جواب گوشیشو نده. چند باری که به گوشیش زنگ زدم و دیدم جواب نمیده به نامادریم زنگ زدم. اونم گفت منم ازش بیخبرم و جواب تماسای منم نمیده. خونه ما با خونه پدرم خیلی فاصله نداره. حاضر شدم و اومدم دم خونهش. هرچی زنگ زدم دیدم بازم در باز نمیکنه. زنگ همسایه‌شونو زدم. اونم منو میشناخت و در خونه رو باز کرد. رفتم پشت در واحد و زنگ در خونه رو زدم. بازم هیچی، انگار کسی اصلا خونه نبود. دوباره همون پشت در به گوشی پدرم زنگ زدم. تا بوخ خورد دیدم صدای گوشیش از توی خونه میاد. مطمئن شدم که یه بلایی سرش اومده. در خونه رو شکوندم و وارد خونه شدم. وقتی وارد خونه شدم دیدم پدرم کنار بخاری خوابیده. چشم به لوله بخاری خورد که از جاش در اومده بود. دو دستی زدم تو سرم. رفتم جلو و هرچی بابامو تکون دادم هیچ فایده ای نداشت. تا گوشم گذاشتم روی قفسه سینه‌اش دنیا رو سرم خراب شد. تازه اونجا بود که فهمیدم پدرم جونش رو از دست داده. سریع به اورژانس تماس گرفتم. گفتم شاید اورژانس بتونه یه کاری کنه. ولی وقتی اورژانس هم رسید مرگ پدرم رو تایید کرد. با توجه به شواهد موجود و لوله بخاری که از جاش در اومده بود، پزشک توی صحنه‌ام علت مرگ و گاز گرفتگی اعلام کرد و گواهی فوت پدرم رو صادر کرد. اما به خاطر اینکه پدرم توی خونه تنها بود و فوت شده، نیروهای اورژانس بهمون گفتن باید به پلیس هم اطلاع بدیم تا بیان و صورت جلسه کنن. چند روزی از ماجرا گذشت. جسد صادق به خاک سپرده شده بود و پرونده این ماجرا به کل مختومه شده بود. تا اینکه کمال به اداره آگاهی رفت و سرنخ مهمی در اختیارشون قرار داد. کمال میگفت من احتمال میدم پدرم به قتل رسیده باشه. چون فردای روزی که پدرم فوت شده بود، خواهرم گردش حساب کارتش رو از آبربان گرفته بود، ولی خیلی بهش دقت نکرده بود. دیروز که اتفاقی این برگرد جیبش افتاد بیرون، یهو چشمون به آخرین تراکنش کارت پدرم خورد. فردای روز فوتش 5 میلیون از حسابش برداشت شده بود. با اعلام این موضوع از طرف خانواده صادق، تحقیق درباره علت مرگ صادق دوباره از اول شروع شد. موضوع به بازپرس جنایی تهران اعلام شد. بازپرس دستور بررسی دوباره پرونده مرگ صادق رو صادر کرد. توی این پرونده دو تا موضوع توجه بازپرس رو به خودش جلب کرده بود. یکی برداشت از حساب صادق بعد مرگش، یکی دیگه هم توی گزارش اومده بود پنجره خونه باز بوده. همین دو تا موضوع مشخص میکرد که قاتل برای صحنه سازی لوله بخاری رو از جاش خارج کرده و بعد قطع از پنجره اتاق فرار کرده. به صورت بازپرس دستور داد آخرین تراکنش کارت صادق بررسی شه. بعد استعلام از بانک مرکزی اطلاعات حساب مقصد به دست اومد. صاحب حساب یه پسر جوان بود. این پسر جوان به سرعت بازداشت شد و به اداره آگاهی منتقل شد. این پسر وقتی پیش روی پاسپورت قرار گرفت گفت از اینکه این پول از حساب کی اومده به حسابم اطلاعی ندارم. فقط میدونم این پول برای دوستم مجیده. مجید دوستم چون خودش اوبر بانک نداره بهم گفت یکی میخواد براش پول بریزه. واسه همینم شماره حساب منو داد. چند ساعت بعد 5 میلیون اومد به حسابم. منم فرداش رفتم از بانک نقدی پولو گرفتم و دادم بهش.
مجید کسی نبود جز نوه 20 ساله صادق که بعضی وقتا میرفت پیش پدر بزرگش و شب پیشش میمون. با مشخص شدن این موضوع دایه مجید به دادسرای جنایی رفت و به خاطر اینکه احتمال میداد مجید پدرش رو به قتل رسونده ازش شکایت کرد. بازپرسم بعد اینکه این شکایت به دستش رسید دستور بازداشت مجید رو صادر کرد. مجید 22 دی سال 97 بازداشت شد و به اداره آگاهی منتقل شد. مجید وقتی به اتاق بازجویی رفت خیلی خونسرد به نظر می رسید. اما هنوز بازجویی به سوال چهارم نرسیده بود که مجید یهو داد زد: آره من خودم کشتمش و بعدش هم صحنه سازی کردم. مجید می گفت به خاطر اینکه پدر بزرگش مدام تحقیرش می کرده دست به این جنایت زده. اعترافای مجید توسط دوربین اتاق بازجویی هم ثبت شد و فردای اون روز به دادسرای جنایی تهران منتقل شد تا اعترافاش رو جلوی بازپرس هم تکرار کنه. مجید میگفت فکر کنم من 2 سالم بوده که پدر و مادرم از هم طلاق گرفتن. من یه داداش دارم که چند سال از من بزرگتره. بعد طلاق پدر و مادرم ما رو گذاشتن خونه پدر بزرگم. پدر و مادرم هم هر دوشون دوباره ازدواج کردن و هر دوشون دوباره بچه دار شدن. اصلا انگار نه انگار دیگه ما وجود داشتیم. توی همون سن کمم میفهمیدم که پدر بزرگم منو دوست نداره و فقط عاشق برادرمه. توی خونه پدر بزرگم روزای سختی رو گذروندم. تا اینکه توی 10 سالگی از خونه پدر بزرگم فرار کردم. چون جایی نداشتم برم مجبور شدم کارتون خوابی کنم. مجبور بودم با گدایی و دستفروش پول در بیارم. چند وقت یه بارم یه سر به اون یکی پدر بزرگم یعنی صادق میزدم. رفتار صادق یعنی این یکی پدر بزرگم یه مقدار با اون بهتر بود. توی اون سالا به هم پول تو جیبی میداد. با این کمکاش بالاخره تونستم دیپلمامو بگیرم. ولی بازم زیاد پیشش نمیرفتم. بیشتر تو خیابون و پارک لای معتادا زندگی میکردم. تا اینکه وقتی 16 سالم شد صادق بهم گفت بیا با من زندگی کن. اولش قبول نمی کردم ولی به زور اومد و من از تو خیابون جمع کرد و برد خونه. فکر کنم بیشتر به خاطر آبروش بود. ولی بعد یه مدت صادقم مثل اون یکی پدر بزرگم مشکلاتش با هم شروع شد. به هر بهانه منو تحقیر می کرد و می گفت تو اصلا لیاقت درست زندگی کردن نداری. همیشه منو با داداشم مقایسه می کرد. همین مثلا منو حسابی اذیت می کرد. من همیشه از بی‌محبتی اطرافیانم رنج می‌بردم. همین تأخیر و توهیناشم باعث شد بالاخره بکشمش. شب حادثه صادق پدر بزرگم کنار بخاری خواب بود. زنشم رفته بود شهرستان پیش پدر مادرش. همون شبم با هم دعوای بدی کرده بودیم. تصمیم گرفتم بکشمش و کارتای آبرمانکش رو خالی کنم. اصلا فاصله تصمیم با عمل کردنم 2 دقیقه هم نشد. انقدر ازش حرص داشتم که دیگه نیازی به فکر کردن نداشتم. نشستم رو شکمش و با همون پتوی که روش بود خفش کردم. کشتنش 1 دقیقه هم طول نکشید. بعد قد یه نیم ساعتی به خودم فکر کردم که چیکار کنم لو نرم. لوله بخاری رو از جاش در آوردم. در خونه رو از پشت قفل کردم. معمولا پدر بزرگم هم در خونه رو شبا قفل میکرد. میخواستم همه چی رو طبیعی جلوه بدم. بعدش هم از پنجره اتاق پریدم تو حیاط و فرار کردم. اما یادم رفت که پنجره رو ببندم. یکی از مسائلی هم که باعث شد پلیس به صحنه سازی مشکوک بشه همین بود. بعد قد کارتای آبربانکش رو برداشتم. چون من هیچ حسابی نداشتم از حسابش 5 میلیون تقال دادم به کارت دوستم. بعد این کار خیلی ترسیده بودم و از آن وجدان داشتم. همش با خودم میگفتم کاش فقط کدکش میزدم. همش قیافش جلوی چشم بود. فردای اون روز داییم بهم زنگ زد و گفت صادق فوت شده. منم خودمو زدم به اون راه و شروع کردم به گریه کردن. خودمو رسوندم خونش و کمک کردیم جسد رو گذاشیم تا آمبولانس. توی مراسم تشییع جنازه‌شم انقدر استرس داشتم که همش میلرزیدم. میترسیدم که همه بفهمن من چیکار کردم. عذاب وجدان یه لحظه هم ولم نمیکرد. همین عذاب وجدانم آخر سر باعث شد توی همون بازجویی اول به قتل صادق اعتراف کنم. مجید بعد اعترافش صحنه قتل پدر بزرگشم پاسدازی کرد و رای زندان شد. اولیای دم از همه اول از قاضی فقط حکم قصاص میخواستن و میگفتن این پسر اصلا ارزش زنده بودن نداره. به این ترتیب قاضی پرونده با دلایلی که وجود داشت مجید رو به قصاص محکوم کرد. این حکم توی دیوان عالی کشورم تایید شد و به اجرای احکام فرستاده شد. مجید دفعه اول اواسط سال 98 پای چوبه دار رفت. اما اون روز موفق شد با گریه و زاری از اولیای دم مهلت بگیره. این اتفاق دوباره دیگه هم افتاد و بازم مجید تونست از اولیای دم فرصت بگیره.
از 4 نفر اولیای دمی که این پرونده داره، 2 نفرشون بالاخره با التماس های مجید نرم شدن و رضایت دادن که مجید قصاص نشه. ولی هنوز 2 شاکی دیگه این پرونده که دایی مجید میشن رضایت ندادن. برای همین مجید هنوز توی زندان و قراره به زودی دوباره پای چوبه دار بره. اما هنوز داره تلاش میکنه که شاید بتونه از دایی‌هاش هم رضایت بگیره. با ما همراه باشین چون فردا با یه پرونده جدید برمیگردیم. یادتونم نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد و واسهتون مفید بود حتما لایکش کنید. پس تا فردا و بررسی یه پرونده جدید حتما مواظب خودتون باشید.